ماشاءالله زمین باردار شده. اکو مرده؟ ما یه کوری اونه هاش هی خوش خبر هی بود. قصه های زیادی به من پیشنهاد شد، مثلا یکیشون کار آقای رضا براهنی بود، اون کتابشون هنوز چاپ نشده بود، رازهای سرزمین من فکر کنم، آقای بهشتی هنوز چاپ نشده بود، دادن به من خوندم چون رایتش رو بنیاد خریده بود و از من خواستن یک فیلمی از اونجا بسازم. یه نمشدستی هم گذاشتن مهدی دادگو بین من و آقای رضا براهنی توی دفتر آقای علی حاتمی. اون موقع علی حاتمی هم عکسای تختی درست کرده و بنده خدا اونم مثل من که میخوام کوروش بزنم ما میمیره میره این ساخته نمیشه، رفته بود دنبال یک کسی که یه زیره میخواست درباره شرف بزن. رفتیم تو دفتر اونو، یه نشست گرمی بود و صحبت کردیم و پیشنهاد شد که یک فیلم بسازیم درباره گرگی بود که غریبه ها رو در واقع میداریم. ولی من خیلی اومدم خونه، هرچی دوباره اینو خوندم، خود کتاب جالب بود اما خود این موضوع، اینکه حالا این گرگ غریبه با این غریبه ها درگیر میشه، باز همون شعارهای تکراریه که ما این میخوام بگیم این بده اون بده این خوبه و به هیچ وجه زیر بار نرفتم که موجب دلخوری هم حالا شد به نظرم. ولی وقتی که اگه بابا بمیرد و آقای سرشار فکر کنم نوشتن دیگه، خوندم من، دادن به من خوندم، من هیجان زده شدم، گفتم من این فیلمو میخوام بسازم. به هر حال سه بار اون فیلمنامه رو من دوباره نویسی کردم، به زبان خودمون کردم و چون اونجا رو خوب میشناختم بردیمشون تو این محیط، اینجا میشه جاده های سر. پیش از اینکه این فیلم رو من بسازم، یه دوره‌ای که میشستیم گپ میزدیم با هم مشورت میکردیم در باره سینما و اینا، از من خواسته شد که مشاور فنی و هنری فیلم شهر موشا باشم. خانم مرضیه بروبند و آقای علی طالبی بودن، من رفتم مشاور اینا شدم و برای اینکه براشون فیلم بردار بگیرم، چون فیلم بردار من میگرفتم اینا رو، همه رو امتحان میکردیم که کدومشون برای این کار بهتره. خب برای اینکه قبل از اینم من یک فیلم بسازم، این فیلم با من حرف بزن رو درباره جنگ، من یک گروه برای خودم تشکیل دادم. محمد آلاتپوش رو برای اولین بار گذاشتم پشت دوربین، محمود کلاری عکاس صحنه، تورج منصوری نورپرداز و اینا همه کارهای اولشون بود. دستیارم علیرضا رئیسیان که الان کارگردان خوبی شده. ما رفتیم اونجا با این گروه کار کرده بودیم. این گروه رو من برای خودم درست کرده بودم. یه نگاه خوبم از محمود کلاری رو خوب شناخته بودم. نگاه فوق‌العاده‌ای داشت. من برای اون نگاه وقتی میخوام یکی رو بگم این فیلم بردار میشه، اول عکساشو نگاه می‌کنی. ممکنه هیچی از فیلم برداری ندونه اما من عکسو میتونه بفهمه این چه کار است. برای اینکه جاده های سرد ساخته بشه، حالا این اتفاقا میافتاد که به این حرفایی که من زدم پیوند داره، ما اون جاده های سرد رو بسازیم، فیلم سینما، اولین فیلم سینمایی خود. آقای بهشتی که مدیر عامل بنیاد بود و به هر حال تهیه کننده فیلم بنیاد بود، به من گفتش که خب فیلم بردارتون کیه؟ گفتم فیلم بردار تورج منصوری مدیر فیلم برداری میشه، محمود کلاری میره پشت دوربین، علیرضا رئیسیان دستیار منه. آقای میخوام فیلم سینمایی بسازیم، ما مردم باید برن ببینن یعنی چی اینا. اینا که تو میگی مثلا محمود کلاری اصلا دوربین 35 میلیمتری رو بغل نکرده، چجوری میخواد بره پشت دوربین؟ خودم ببین، ما یه آدم های جدیدیم، یه دوران جدید آغاز شده، بیایم اینو باور کنیم بعد به من اعتماد کن. تو فیلم های من دیدی، به من خیلی اعتماد داشت، من ازش ممنونم. شما این فیلمو بذار من بسازم، اگه بناس من بسازم چیزی بده من بسازم. گفت نه آقا، اقلا فیلم بردار توی کسی رو بذار که
حرفه‌ای باشه حداقل شکل فیلم در بیاد. اونا آجان یه ریسک رو ما کردیم، بذارین بقیه کارا رو خودمون بکنیم. ما توی ایران بعد از مدت ها همدیگه رو توی ایران دیدیم، توی وزارت ارشاد تصادفی توی راهروی وزارت ارشاد همدیگه رو دیدیم. گفتم تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت تو اینجا چیکار می‌کنی؟ و عمو جان یه کار چیز دارم، یه کار می‌خوام یه کاری رو شروع بکنم، باید دیگه باشی تو. یک داستانی نوشته شده بود به نام اگه بابا بمیره و این داستان رو بنیاد فارابی پیشنهاد کرده بود به آقای جوزانی که جوزانی به عنوان فیلم سینمایی در بیاره. نتیجتاً با هم نشستیم یکم حرف زدیم، محمود کلاری دعوت به کار شد به عنوان کسی که با دوربین کار بکنه، من به عنوان مدیر فیلم برداری کار رو شروع کردم به انجام دادن و یک پروسه بسیار دوست داشتنی و زیبا به عنوان اولین فیلم سینمایی که ما به صورت حرفه‌ای با هم کار کردیم اتفاق افتاد. این میشد که تورج میشست، یه سری آدمای جدیدم برده بود که اینا ادبیات پشت صحنه شون فرق میکرد با ادبیات پشت صحنه دستیار فیلم برداری قدیم. به اینا یاد میداد که چجوری فیلم بزنن توی مثلا مگزین دوربین و کاست دوربین. به اینا یاد میداد مثلا کیسه این چیه، لنز چیه، اینا با اینجا شروع شد. ولی خب اینا اکثرا توی دنبال فیلم و سینما بودن. یه کسی هم بود توی تلویزیون کار میکرد، حسن یزدانی آوردیم که از فیلم برداری خوبمونه الان. اون از اینا تجربهش بیشتر بود، بنا شد اونم بشه دستیار محمود کلاری. علیرضا رئیسیان دستیار من بود، گفتم عکاس میخواین، رفتیم گفتم که یه کسی رو باز من انتخاب کردم کردم جز فیلم برداره خیلی خوبه، مدیر فیلم برداره ایرانه، شاپور پورامین. الان ایشون هم کردیم عکاس صحنه که بعد ایشون هم فیلم بردار. خوشبختانه همه کسایی که از اون فیلم اومدن بیرون جز بزرگان الان سینما هستن، یعنی یک اتفاق بزرگ بود. در بین ما حمید جبلی رو من، اون بچه بنا بود که 12 سالش بشه، من عوضش کردم، کردمش رحمان. حمید جبلی رو آوردیم، حمید جبلی هم اولین فیلم با سینماییش بود. و بعد تنها کسی که توی ما توی سینما قبلا کار کرده بود و حرفه‌ای بود توی کارهای سینمایی، آقای علی نصیریان بود که 90,000 تومان بالاترین دستمزدی که داده بودیم به ایشون 90,000 تومان گرفتیم. منم که کارگردان و همین کار کردم، 90,000 تومان، یعنی پولی اونج موقع خرج نمیشد و این فیلم کلش با 3,600,000 تومان رفت رو پرده. روسی اسمو آهات در چوله پهنی ناخوشه. خانه خمیر زبان به کامت نی؟ او وقتی دواش تموم شده حالش خیلی بده، دیگه کاری یک کسی بر نمیاد. خو آقا مدیر وراش دوا بگیر. با کوتاهی آقا مدیر نی، دواش فایده نمیکنه، یرقانه، کار شوخی که نی. دواش همته، باید رفت شهر. به این دلیل از اون طراح صحنه و لباس اینا که نداشت، ولی مثلا می‌خواستیم لباس بخریم. خود چیکار کنیم؟ بلند شدیم من و علی نصیریان و تورج منصوری، محمود کلاری و حمید جبلی بلند شدیم تو ناصر خسرو. فکر کنین جنگ، اون بغلا لباسای کهنه می‌ریختن می‌فروختن. بگرد بگرد پالتو پیدا کردیم برای آقای نصیریان، پیدا کردیم برای همین، این لباسا رو اینجوری پیدا کردیم بردیم دادیم خشکشویی با هم با هنرپیشه ها و اینا که همونجا بپوشن کنار خیابون. و ما این اتفاقا، یعنی اینجوری ما کارمون رو میکردیم، یا برای کلاه پوستی بریم، یعنی دور هم با هم بودیم مثل خانواده، همه در تلاش. مثلا علی نصیریان کمکی که میکرد واقعا از هیچ کس کمتر نبود، بود و اینور این کارو بکنی، این کلاه اندازه هم نیستیم، یعنی خود ما میرفتیم و این کارا رو انجام میدادیم. خب ما مثلا میرفتیم توی هتلی به ما دادن توی نزدیک یه جای فیلم برداریم که به اسم گوشتپه نزدیک ملایر، بین عراق و ملایر یک دهکده خیلی زیبایی من پیدا کردم که اونجا فیلم برداری کنیم. وقتی رفتیم ملایر دیدیم نه هتلی داره نه هیچی که ما نمیتونیم زندگی کنیم. توی ماشین سازی عراق یه جایی رو داشتن که متروکه بود، هتلی بود، یه طبقهشو به ما دادن تمیزش کردن و اینا، که خب بازم چیز جالبی نبود.
ما اونجا مستقر شدیم. چیز اتفاق جالبایی که برای ما افتاد از همون آغازش انگار که این فیلم بعد یه اتفاقایی درش میفتاد، رفتیم برف عالی، همه چی عالی، همه چی آماده برای فیلم برداری. فردا رفتیم سر فیلم برداری، دیدیم نه برفی هست نه هیچی، یعنی ظرف چند ساعت که آفتاب شده همه چی از بین رفته بود. من اونجا با این آقای اسماعیل محمدی که اومده بود نقش درویش گرگلی رو بازی کنه، و این درویش گرگلی یه خاطرات کوتکی من بود، همچین آدمی بود واقعا. بعد این اومد جلو، پاش کج بود، راه درست نمیتونست بره، دستاش همه آرتروز بود تو اون سرما. بعد اومد دید من واسطم، یه دفعه منو بغل کرد، کوچولو هم بود، گفت برای چی ناراحتی؟ گفتم آخه یه چیزی گفتیم چی کار کنیم با این همه آدم اومده. این که گاهی آدم انرژی مثبت میده به یکی، میگن واقعا این همون حرف هست. یه اسمان رو زد زیر خنده، گفت بیا اقلا من برات آواز بخونم. حالا که ما تو این بیابونیم کاری بیده، یه آتیش روشن کن من اینجا برات آواز بخونم. این برای صورت من زنه، این برام مرده. برمیگشتیم بر و واقعا این زن میخوند و برمیگشتیم بر، یعنی اون برای صورتشه مرده رو میخوند از آهنگای قدیمی. و یه خود خندید و گفت ببین من قول به تو میدم فردا میام اینجا، اینجا برف تو فیلم برداری میکنی، امروز نباید فیلم برداری کنی. و واقعا شب برف اومد و ما رفتیم اون فردا گرفتیم. یعنی اینا باید یه جوری انگار که یه پیوند عجب. خب وقتی ما رفتیم فیلم برداری گرفتیم، علی نصیریان تنها کسی که حالا تو ما حرفه‌ایه، اینم به یه آدمی مثل من عادت نداره. یه دفعه من میگم آقا این لنزو بذارین اینجوری بکنین، تو بیا محمود اینجوری. بعد من صدا که گفت آقا جوزانی بیشتر از اینکه شما به من حرف بزنی با این عوامل فیلم برداریتون حرف بزن. گفتم به شما میگم. باز کارمون رو کردیم اومدیم، من احساس کردم این به ما باور نداره تو چشمش. خیلی هم فیلمای من اون کوتاه رو دیده بود، خیلی علاقه داشت، اما باور اینکه یه فیلم سینمایی میخواد ساخت. بعد گفتم شما اینجوری کرد. آقای علی نصیریان اومد و این بعد این رحمان حمید جبلی که اونم اولین بارش بود این گلا رو میریخت بیرون و اون میگفتش که برمیداشت آقا یه تیکه گلو و میگفت ماشاءالله زمین باردار شده. آقای نصیریان من باش صحبت کردم که ببین اینجوریه اینجوریه، این فیلم اینجوریه، شما باید تا حد ممکنه به انسان و نزدیکی زندگی واقعی نزدیک باشین. من اصلا بازی نمیخوام، من چیز نمیخوام، میخوام این اینکه شما نشستی یا معلم این دهکده این همینجوری برای من صحبت کنه. یه خورده که کار کرد باز من صدا کرد دیگرم، گفت این خیلی معمولی میشه. گفتم دقیقا ما میخوام همینجوری بشه، یعنی یکی فیلم رو ببینه آقای نصیریان رو نبینه، یه معلم این دهکده رو ببینه، من همینو میخوام. آقای نصیریان به شدت نگران این قصه بود. بعدم گفت خیلی شما با این دوربین اینا برمیرین، چون مثلا ما میدید میگفتم آقا واسین. بعد این پشت سرش رو نگاه میکنم گفتم حالا بگیری. پس میگفت به چی نگاه میکنید تو میگه حالا بگیری؟ گفتم اون ابره رو ببین پشت بالای اون کوه. گفتم مثلا با که اینو میگیریم اون ابره اینجوری ببین داره میاد پایین، الان اون سیاهی اون نگاه کرد ناباورانه. بعد به من نگاه کرد آقا من جلوی دوربینم. گفتم بله آقا نصیر شما جلوی دوربینم، ولی ببینید این فیلم باید طبیعت و انسان رو یک موجود نشون بده، یک واحد. هم من اون کوه برام همونقدر مهمه که شما اینجا مهمه، اون ابرام همونقدر مهمه که باز شما داریم بازی میکنم. به هر حال رفت تهران و برگشت فیلم. آقای نصیریان رو بردیم، آقای نصیریان شما هیچ وقت من به هنرپیشه راش نشون نمیده چون تأثیر میذارید، ولی شما بیاین اینو ببینید چون بخواستم به. و وقتی اومدید گفت ببین از فردا هرچی شما بگیرم. من تازه فهمیدم من همچین تصاویری ندیده، اون تصاویر اول فیلم همون قبرستون شما دید. خیلی خونتون خمیر سر زمستانی ایزیر شما کنی ای ناغلا تشی میکنی یا خیزی ماشاءالله زمین باردار شده، نیم متر آب برداشته، محصول خوب میشه. گله آقا بودی گله بپا همش یخ کرده.
خب این فیلم اتفاقای عجیبی هم توش میفتاد. ما اومدیم مثلا میخوام فردا یه هفته دیگه بریم تو این دهکده و فیلم برداری بکنیم تهرانی مالا. خب ما نشستیم بحث میکنیم، گفتیم خب من تورج جان مثلا 6 تا آرک لازم داریم. تورج خورده به من نگاه کرد، گفت حالت خوبه؟ گفتم یعنی چی؟ گفت آرک مون که اینجا ایران تو داره که آرک اینجا نیست. گفتم مرده حالا آرک به این معنی که وقتی شما تو برف فیلم برداری میکنیم با دوربین 35 خیلی طبیعیه شما اکسپوزتو بالاخره یا رو برف باید بذاری، یعنی یا بافت برف رو باید از بین ببری، صورت آدم رو روشن بکنی، یا بافت صورت رو از بین ببری. عکس هم که نیست حالا بگیم تو لابراتواری کارش میکنیم. بگم تو رجان آرک میخوایم، برای که ما تو روز باید این آرکا رو بدونیم تو صورت اینا که این کنتراست برف و نور صورت از بین بره، هیچ راهی نداریم. دمق و اینا اومدیم، یادم مثلا از بنیاد فارابی تا میدون ولیعصر ما پیاده همجوری قدم میزدیم، بحث بیاریم که اگه ما آرک پیدا نکنیم پس چی کار بکنیم. دو روز بعد من توی بنیاد فارابی یه دفتر به من داده بودن، نشسته بودم. تورج ذوق زده اومد گفت مسعود پیدا کردم. گفت آرک پیدا کرد. گفتم تو که گفتی تو ایرانی؟ گفت بیبرم اینا تو انبار یه سری این کسایی که از آمریکا اومده بودن یک فیلم به اسم کاروان ها بسازن، آرکا رو چون خیلی سنگین بود، آرکای قدیمی زغالی هم بود دیگه، اینا رو ریخته بودن اونجا و رفته بودن. گفت آرکا رو پیدا کردیم، لامپش هم پیدا کردیم، برقش 110 اینم درست بود چون آمریکایی بودن اینا، اون کاری نداره. مثلا میدیم همینجا سیم پیچ میکنم برق 110 داره، یه مشکل داره زغال نداره. یعنی اینا یه هر کدومشون باید یه نفر با زغال بالای سر ما میساد که این آرک روشن بمونه. حالا چیکار بکنیم؟ یکی دو تاش یه تیکه‌های زغال توش داشت، یه زغالی مثلا بلنده که اینو میذاریم اون بالا، یکی باید واسه اینو بعضی وقتا هول بده پایین که این روشن بمونه. برای این پرس پرس گاهی توشون قدیمی ها بود. بعد گفتم رفتیم برشون داریم اونجا دعوا مرافع شد، چون اونجا همه چی انگار اینجوری. گفتم آقا چی میگین؟ گفتن آقا این بعد این دستور بده که ما مزاحم یه آقایی شدیم به اسم آقای انبار. گفتیم آقا یه برید یه نامه بگیرید آقای انبار بگه اینا رو ببرید. نمیذارم ما اینا رو ببرم. که تورج پرید و یه نامه دستی هم بود، یه کاغذ نوشت و برد اتاق آقای انبار و اینا رو دادن به ما. ما ثروتمند شدیم، اولین گروه ایرانی شدیم که آرک داره ولی زغال نداره که روشنش کنه. خلاصه نشستیم فکر و عقلمون رو بریزیم رو هم این بر اون بر که ما اگر یک زغال پیدا بکنیم که کربن این یه خود متمرکز باشه، زغال معمولی نباشه، اینو میشه روشنش کرد. باز دم تورج گرم، من اینجا به تبریک میگم. یه روز باز زغال زدم گفتم مسعود پیدا کردم. یه دونه این باتری‌های گنده بود، توی باتری‌های قوه‌های گفتن قوه بزرگ بود، وسط اینا یه دونه زغاله گرده، فقط تفاوتش اینه که گرده. منتها خب باید این قوه‌های به در نخوره پاره بکنی، اون زغال رو وسط این در بیاری. تصمیم گرفتیم با سنباته اینا رو مکعبی بکنیم و توی اینجا بگیره و این اتفاق افتاد. آقا چرا آقا روشن شد و این مثل معجزه بود، ما خودمون باورمون نمیاد که ما روشنش کرده با هیچی، یعنی اصلا با هیچی. ما داریم راجع به یه دوره‌ای حرف می‌زنیم که سینما هنوز خیلی ابتدای راهشه، سینمای بعد از انقلاب. برف یکی از ویژگی‌هاش این هست که جزئیات نداره، یعنی شما وقتی از یه فضای برفی عکس می‌گیرین خیلی مشکله که بتونین یک آدمی رو که لباس مثلا سیاه تنش کرده توی برف با جزئیات هم اون آدم رو ببینید، هم لباساش رو ببینید، هم سایه روشن‌های روی برف رو ببینید. این کنتراست خیلی زیاد و روشنایی خیلی زیاد برف کنترلش خیلی دشواره. این ظهور نگاتیوهای ما رو کلاً اکبر عالمی و لابراتوار تلویزیون انجام داد. یعنی شاید جاده‌های سرد اولین فیلمی بود که ما بعد از انقلاب داشتیم کار می‌کردیم و برای اولین بار لابراتوار به میان آمده بود در فیلم برداری. یعنی لابراتوار یه چیز جدا و بیرون از صحنه فیلم برداری بهش نگاه نمی‌شد. در واقع توی این فیلم برای اولین بار ما لابراتوار رو قاطی پروسه فیلمسازیمون کردیم. ما اون موقع مثلا خب واقعا فکر نمی‌کردم که این بچه‌ها، چون خود ما همیشه کوهنوردی کرده بودیم. خب من دستم رو می‌زدم به کارم، گفتم بیارین بیام بریم، می‌رفتم بالای کوه.
بعد اون پایین نگاه میکردم اینا آرکا رو کول کردن، هیچ کس هم که نداشت. یا مثلا روستایی میابردیم به یه اولاغی مثلا یکی رو بستن یا میکشیدن میابردن. و این جالب بود که یه شب ساعت مثلا 4 صبح من این بچه رو نگه داشته بودم، هرچی که میکندیم دور زیر دوربینو میرفتیم پایین، باز وقتی که اون کرینمون رو کار میذاشتیم سنگین بود، باز فرو میرفت یواش یواش تو زمین. 4 صبح بود دیگه، تقریبا همه چی داشت حاضر میشد. من حواسم که به فیلم بود به هیچ چی فکر نمیکردم. دیدم که تورج اومد، اون خیلی با من نزدیک بود چون تو آمریکا منو میشناخت. اومد در گوش من گفت مسعود گفت چی؟ گفت ببین تو برای خودت میگی اینجوری، بچه اصلا مردن، کسی تکو به کی میخواد بگی بازی کنه؟ به کی بره باشه؟ بعد من نگاه کردم محمود صورتش اینجوری که از توی کلاه اومده بیرون، به همه نگاه کردم صورت ها اصلا نیست، انگار همه رفتن. اولین شبی بود که تعطیل کردیم، من گفتم یه بار، ولی من متوجه نبودم یه آدم که کار میکنه گرم کارشه، اصلا متوجه این بقیه آدم ها چی داره به سرشون میاد. یادم ما می‌خواستیم یه تولد یه گوساله رو توی طویله فیلمبرداری بکنیم. خب ما که پول نداشتیم، تازه اگه هم داشتیم بازم من این کارو نمی‌کردم که بری یه طویله بسازی، طراحی بکنی، بسازی و این کارو بکنی، چون بازم مسئولی در میاد. ما یه طویله پیدا کردیم، عکسای یه سری اونها هست که هممون از محمود کرایی، تورج منصوری، حمید جبلی، من، هر کدوم یه بیل تو دست پهنا اینجا رو ریختیم بیرون، اونجا رو تمیز کردیم، اومدیم فیلم برداری کردیم. همش هم یه روز طول کشید، همه کارامون هم با هم کردیم، چون اون تیرایی که اونجا تو اون سقف بود، اون رنگ و هوایی که تو اون طویله واقعی بود، اصلا هیچ جا نمیتونستی پیدا کنی. اگه هم با دست خودتو میکشتی که مثلا اون بشه نمیشد، تش معلوم بود که باسمت. برای این اون فیلم واقع گرایانه و خوب در اومد. من خیلی خوشحالم که یه مهره کوچیکی از ساختن اون فیلم بودم. اتفاقی که میافتاد، خب این فیلم ها رو که ساخته شده بود میفرستادن خارج و اینا، خب قبول نمیشد هیچ کدوم از فیلم ها. علیرضا اومد مسعود جان من رو بغل کرد، با چه گفت چی؟ گفت بیا یه تلکس از آلمان اومده که یه فیلم شما قبول شد و اینجوری. خب وقتی هم با رفتیم آلمان، اون موقع هم یه قرون پول نداشتیم، یعنی همه پولی که ما داشتیم یه چیز جزئی بود که داده بودم به علیرضا شجاع‌نوری. فستیوال برلین هم نمیدونم یک هفته اون موقع خوب بود، الان اونم نمیدن، هتل داده بود به کارگردان فیلم که من باشم. بعد علیرضا شجاع‌نوری و محمد آلاتوش هم با ما اومده بود، اون کار میکرد قائم مقام بنیاد فارابی بود. اینا با همه تا وقتی چیز میشد یواشکی میبنن اتاق ستایی توی اتاق میخوابیدیم. اینجوری خوابیدیم، رفتیم فیلم رو نشون دادیم. وقتی وارد اونجا شدیم، ما نشسته بودیم تو این دفتر دبیر جشنواره برلین، یا آقای اومد یه پچپچی کرد در گوش ایشون، بعد ایشون یه حرفی به ایشون مون زد، بعد به ما گفتن آقا خطر شما رو تهدید میکنه، شما اینجوری نه. من گفتم که بیان شما رو گارد بکنن برین تو، یعنی بادیگارد بدن. گفتم برای من؟ گفتم چه خبره؟ گفت این گروه های ضد جمهوری اسلامی اومدن، تظاهرات عجیبی بیرون را انداختن و خطرناکه که شما هست. گفتم با من خودم جز همینا، شما به ما کاری نداشتید، ما خودمون میرم. ایشون خیلی نگران بود. من عرضان شجاع‌نوری سرمون نقدیم پایین، رفتیم تو مردم، همین تو همینا که تظاهر علیه ما میکردن. حالا چرا علیه ما من مونده بود؟ اصلا ما چی کاره ایم که ایران؟
بعد یکی دو تاشون ما همینجوری رد میشدیم. پرسیدم بابا فیلم رو دیدی؟ چیه یارو آورده اینا؟ گفت نه. گفتم بابا چی داد بیداد میکنه؟ بریم فیلمو ببینیم چیه آقا، واسه دعوایی دارین؟ اینا اون تو معلوم بشه و اینا. بعد شروع کردن سوال جواب دادن. یکشون گفتم چی بودم ببین، من اهل همین روستا هستم که توش فیلم برداری کردیم، یه خودمون برتر ده ماست. بعدم این داد بیدادای در من نمیفهم برای چی داد بیداد میکنه. ما یه فیلم ساختیم در ده ما، شما با ما دعوا دارین؟ شما طرفدار کی هستی؟ مثلا اگه ما این که ما همین روستایی هستیم، با کی دعوا داری اومدین؟ چرا اینجوری بکن؟ و بعدم خود ما برخوردامون نمیدونستیم چجوری تنظیم کنیم. ما نمیدونستیم اصلا ما اومدیم اینجا جرمی مرتکب شدیم، چون وقتی برمیگردیم اینجا یه جوری باید قایم می‌شدیم. نگو انگار که کار بعدی بود. مثلا راجع به همین جا دایصد، من یه روز صبح روزنامه جمهوری، اون موقع حزب جمهوری اسلامی هنوز به راه بود فکر کنم، یک زمیمه‌ای داشت به اسم صحیفه. من صبح اومدم اینو باز کردم، صبح تو اتاق بخونم، دام نوشته با تریت درشت جاده‌های سرد، حالا رو اکرام بود فیلم، تحریف آشکار معیارهای اسلامی. این اون اول انقلاب خیلی معنی داشت. الان شاید که مثلا میگه خب یا ابوالفضل این دیوانه چی رو نوشته. برحال به هر دلیلی بعد از این جریان یکی دو سه تا فیلم اول که من ساختم، من تصمیم گرفتم دیگه خارج نرم، چون احساس بدی میکردم و این حس رو میکردم که ما رو دارن میخوان یه جا دیگه ببرن.